38 سال پس از پیروزی انقلاب کارنامه سیاسی جمهوری اسلامی چگونه ارزیابی می شود؟ سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه. با توجه به 4 دهه تجربه عملی از شیوه حکومتداری در جمهوری اسلامی، ذات و ماهیت این نظام سیاسی را چگونه میتوان توصیف و تعریف کرد؟ جمهوری اسلامی بنابر چه ضرورتهایی در مقاطع مختلف دچار تحول شده؟ آیا مکانیزمی برای اصلاح در جمهوری اسلامی قابل شناسایی است یا این نظام در 4 دهه گذشته صرفاً به فشار و تهدید وجودی واکنش نشان داده و تغییرات را به اجبار پذیرفته است؟ مردم در تغییر سرشت جمهوری اسلامی و تعیین سرنوشت خود چه محلی از اعراب داشتند؟ و آیا جمهوری اسلامی یک نظام سیاسی قابل پیشبینی است؟ اگر بله، این نظام در چه مسیری در حرکت است؟ این پرسش‌ها را در میان خواهیم گذاشت با رضا علیجانی، فعال ملی و مذهبی، ایرج مصداقی، پژوهشگر مسائل سیاسی و فعال حقوق بشر، سعید برزین، تحلیلگر سیاسی، و حسن شریعت‌مداری، فعال سیاسی، که هر 4 نفر در استودیو با ما هستند. بسیار خوش آمد میگویم به هر 4 مهمان برنامه و سپاس از اینکه دعوت ما رو پذیرفتند. جناب مصداقی، شما تعریفتون از نظام سیاسی که باهاش به عنوان جمهوری اسلامی مواجه هستیم چیست؟ نظام جمهوری اسلامی در واقع نظامی است استبدادی مذهبی که از ابتدای تشکیل خودش به سمت بسته‌تر شدن داره حرکت میکنه. اگر این مسیر رو ببینیم، ابتدا خمینی در پاریس مطرح میکرد ما یه جمهوری اسلامی میخوایم، یه جمهوری میخوام مثل فرانسه. به ایران که رسید، جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. به انتخابات مجلس خبرگان که رسید، اونجا دیگه مطرح کردن به کسانی رأی بدید که به ولایت فقیه معتقد باشن. و بعد یواش یواش به نقطه‌ای رسیدیم که ضد ولایت فقیه در واقع مرگ بر او مطرح شد. و بعد در گام بعدی شما میبینید آقای بازرگان حذف میشن، بنی صدر حذف میشن، آیت الله شریعت مداری از کادر مذهبی حذف میشن. و بعد میایم جلوتر، ملاحظه میکنید که در واقع میگن ضد ولایت، یعنی قدرت مطلقه رو میخوان، ولایت مطلقه فقیه. و امروز به نقطه‌ای میرسیم که میگن حتی ولایت فقیه گزینشی نیست، نمیتونیم اینو انتخاب بکنیم، بلکه انتخاب شده است، ما کشف میکنیم. و از طرف دیگه میگن که امام خدعه کردن. و بعد ما به سمتی میریم، به سمت حکومت اسلامی، و میگن اون چه که در قانون تعریف شده برای ولایت فقیه، در واقع این کف اختیاراته و این گونه نیست. و به شعاری که داده میشه در واقع اینه که ما به دنبال اسلام حداکثری هستیم. یعنی یک نظام استبدادی است که این استبداد به سمت مطلق تر شدن هم پیش میره. جناب علی جان، من اگه الان احساس الان هم بخوام بگم جمهوری اسلامی به نظر من نه جمهوری است نه اسلامی. اما جمهوری اسلامی رو اگه بخوام روندی ببینیم و یه مدار جامعه شناختی و کلانتر بهش نگاه بکنیم، جمهوری اسلامی از درونی انقلاب متولد شده. این انقلاب هم به گمان من یه انقلاب التقاطی بوده، یعنی التقاطی بین روشنفکران مبارز و انقلابی و روحانیت. البته آقای خمینی نماینده روحانیت نبود، آقای خمینی خودش در درون روحانیت در اقلیت بود، ولی تونست بعد روحانیت رو به ویژه پس از انقلاب اکثریت شد دنبال خودش بکشه در حین انقلاب. و ما هم انقلاب رو هم جمهوری اسلامی رو باید توی مثلثی در نظر بگیریم. یه ضلعش حکومت، یعنی حکومت وقت موقع حکومت شاهه، یه ضلعش مردم و نیروهای سیاسی هستند، یه ضلعش هم شرایط بین المللی و شرایط جهانی است. حالا بحثمون انقلاب نیست، من این مثلث دور انقلاب رو میگذرم. در دوران جمهوری اسلامی هم همین مثلث وجود داره، یعنی یه ضلعش مردم و نیروها هستند، نیروهایی که وارد یک شراکت نافرجان با آقای خمینی و روحانیت رادیکال شدن و اونها این شراکت رو به سرعت به هم زدن. سیرش آقای مصداقی گفتن، یعنی به تدریج، یعنی از تشکیل شورای انقلاب اولین زلزله اتفاق میفته، یعنی یه عده‌ای از شورای انقلاب کنار گذاشته میشن. نوشتن قانون اساسی، بعد قانون اساسی شورای انقلاب متفاوت بود. قانون اساسی که در مجلس خبرگان نوشته شد دومین زلزله است به گمان من. و بعدیش در سال 68
و به تدریج نیرو این شراکت در واقع با حالا نارو زدن بگیم، خیانت بگیم، هرچی بگیم، برخورد حسفی بگیم، اینا بقیه رو حذف میکنن. مردم هم بین این دو قطب بودن، یعنی قطب روشنفکران انقلابی هم از مذهبی و غیر مذهبی، ملیون، چپا، ملی مذهبی ها و دیگران، و آقای خمینی و کسانی که به آقای خمینی اعتماد داشتن. ولی اکثریت جامعه در مقطع انقلاب 55% جامعه غیر شهرنشینن، 45% شهرنشینن. اون 55% هم به گمان من بخش قابل توجهش و غالبش مذهبی و سنتی بودن و روحانیت از اینجا در واقع هم پایگاه رأی داشت هم رفتار سیاسیش حذفی بود. حالا اینو میشه بعد ادامه داد. الان جمهوری اسلامی سر گسل‌هایی وجود داره، یعنی همچنان شاید اگه بخوام بگم جمهوری اسلامی یک از خود انقلاب التقاطی بود، این التقاط ادامه پیدا میکنه. تو قانون اساسی اول ما هم بازتاب بخشی از شعارهای روشنفکرها که اساسا شعارهای انقلاب شعار روشنفکرها بود و هیمنه روحانیت رو میبینیم. به تدریج از بالا این مرتب روحانیت یا طیف آقای خمینی بیشتر فتح میکنه قدرت رو و دیگران رو حذف میکنه، ولی جامعه رو به تدریج بیش از پیش از دست میده. اما این گسل فقط درون جامعه نیست، یعنی من میتونم بگم جمهوری اسلامی رو سه تا گسل قرار داره. یه گسل درون خودشه و به عبارتی میشود گفت یه حکومت التقاطی، یه حکومت نیمه متمرکز نیمه متشتت، همیشه همین بوده. حالا اینو میشه در ادامه بحث کرد چرا میگیم یه حکومت نیمه متمرکز و نیمه متشتت. زمان شاه یه حکومت کاملا متمرکز، بین شاه و بقیه اختلاف سطح زیادی است، ولی در دوره آقای خمینی، حتی آقای خمینی نظری که میده 100 تا نماینده مجلس مقابلش میایستن. یعنی پس در واقع اون استبداد یا استبداد مطلقه که حالا شاید بشه گفت دیکتاتوری که یک نظام متمرکز میخواد براش، شما این رو نمیپذیرید، فکر کنید که این تشتت اجازه نمیده. من معتقدم این التقاط از انقلاب ادامه منتقل میشه به جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی از بالا مرتب فضا رو برای خودش محدودتر میکنه، دیگران رو حذف میکنه، ولی دوباره در درون خودش دچار تشتت، یعنی نیمه متمرکز نیمه متشتت. پس یک گسل داخل خود جمهوری اسلامی، این گسل همیشه فعاله، یک گسل درون مردم یعنی بین مردم و جمهوری اسلامی، یک گسل هم بین جمهوری اسلامی و فضای بین الملل دلیه، اهم از افکار عمومی و روشنفکران، اینا یک کمپن و دولت‌ها یک کمپ دیگه. یعنی جمهوری اسلامی همیشه این سه تا گسل روش تاثیر می‌ذاره. نظام التقاطی متشتت روی سه گسل امروز دارید می‌بینید. جناب شریعت بله. بله ببینید، با وجود همه این چیزایی که آقای علی جان میگن و بخشی درسته، از لحاظ جامعه شناسی و چه قالب این نظام در دهه اول یک نظام توتالیتر یا تمامیت خواه بوده. نظام‌های توتالیتر سه تا مشخصه دارند: یک ایدئولوژی غالب دارند، یک رهبر کاریزماتیک دارند و جامعه‌ای که با دولت مرز نداره، در هم تنیدند. هر سه در دهه اول انقلاب هست، با وجود اینکه ما در تمامیت خواه ترین نظام هم این نوانسا و گوناگونی هایی که آقای علیجانی میگن جاهای دیگه هم داریم، وقتی بالشویک ها بودن مانشویک ها بودن حذف شدن. از سیاست تعدیل اقتصادی به بعد در دوره رفسنجانی به تدریج بخش متوسط جامعه که در ایران وجود داشت در دوره شاه جون میگیره و رهبر کاریزماتیک هم رفته، بنابراین زمینه آماده میشه که به یک نظام اقتدارگرای سنتی، نظامی که جامعه شناسا از سال 1982 با نظام های توتالیتر بعد از هانا آرنت تفاوت گذاشتن، برای اینکه نظام های مثل آمدن خوان کارلوس بعد از فرانکو توی اسپانیا یا نظام های آمریکای لاتین نشون داد که نظام های دیگه ای هم هستن که توتالیتر نیستن ولی اقتدارگرا، استبداد اقتدارگرای سنتی. امروز اگر بخوایم به طور خلاصه بگیم، جمهوری اسلامی در وضعیتی است که به خصوص بعد از آقای خامنه‌ای دو انتخاب بیشتر ندارد: یا باید به سمت یک دیکتاتوری نظامی حرکت بکنه، یا باید به سمت یک نظام اقتدارگرای انتخاباتی، نظام‌های اقتدارگرای نوینی که بلدن چگونه انتخابات رو ابزار کنن، جامعه مدنی رو در استخدام خودشون در بیارن، نهادهای مدنی رو درش نفوذ بکنن و یک شبه دموکراسی به وجود بیارن که حتی تشخیص اون برای متخصصین هم سخته، مثل نظامی که پوتین الان به وجود آورده. یا اوکراین بیش از ما 150
نظام سیاسی به این شکل در دنیا دادیم که کم و بیش توانستند از انتخابات برای ادامه اقتدار استفاده بکنند. یا باید به سمت بازگشایی بیشتر وظایف سیاسی و تبدیل شدن به چنین نظامی بره، یا باید بره به سمت یک حکومت نظامیون بر اساس یک تعریف جدیدی از مذهب و دخالت مذهب در سیاست، بسته تر از اون چیزی که الان و بسته تر از اون چیزی که جواب برسیم. من فکر کنم نظرم با نظر دوستان متفاوت باشه. من سیستم رو بسته تر شدن نمیبینم و نظامم اقتدارگرای توتالیتر نمیبینم. ببینید من اینطوری شرایط رو میبینم که این نظام از دل یک انقلاب برخاست، همونطور که شما میگید انقلاب به معنای هرج و مرج مطلق، هرج و مرج مطلق خونین. این نظام به تدریج نهادها شکل گرفت، منسجم شد در عرض 4 دهه و یک دولت مرکزی مقتدر به وجود آورده. ماهیت این نظام عمدتاً چیه در شرایط موجود؟ حالا رفقا به سابقه جریان اشاره کردن. ببینید ماهیتشو که اونطور که من میبینم یک نظام چند قطبی است در درجه اول، یعنی نهادهای مختلف قدرت در این نظام حضور دارن و برای دستیابی به منابع و منافع با هم رقابت میکنن و مبارزه میکنن. یک. دو، چند صدایی است. از داخل این نظام شما صداهای مختلف، برنامه‌های مختلف سیاسی رو میشنوید. این ماهیت نظامه و بر اساس این ماهیت چند قطبی و چند صدایی نظام مجبور هست که برای بقای خودش، چه به اجبار چه به اختیار، مجبور هست که وارد نوعی قرارداد اجتماعی با ملت بشه. یعنی میگه من به شما رفاه وعده میدم، شما بیا به من رأی بده، به من مشروعیت بخر. وارد یک نوع قرارداد اجتماعی با ملت داره میشه. حالا بر این شرایط چند قطبی و شرایط چند صدایی و قرارداد اجتماعی محدودیت های مشخص و خط قرمز های مشخص هست و این محدودیت ها ناتوان میکنه نظامو که ثبات مستمر سیاسی به وجود بیاره. و چون نمیتونه ثبات دائم سیاسی به وجود بیاره، موجب میشه که در حوزه های دیگه از جمله اقتصاد، از جمله فرهنگ و غیره، اون پیشرفتی رو که استعدادش وجود داره بهش دست پیدا نکنه. ببینید من تصور میکنم ما راجع به آینده صحبت نمیکنیم، یعنی در واقع این که به چه سمتی پیش خواهد رفت البته در انتها بعد پیش بینی ما نمیکنیم که چه اتفاقی داره میفته. ما داریم اون چیزی که اتفاق افتاده از اول تا حالا داریم اون رو بررسی میکنیم و مشخصا وقتی این رو بررسی میکنیم میبینیم بر اساس نموداری که رسم میکنیم میبینیم که این به نوعی به سمت بسته تر شدن رفته. شما حذف آقای مثلا ابتدا بعد آقای منتظری رو میتونید ببینید، بعد از اون بعدش میایم جلوتر شما میبینید حتی رفسنجانی بی بصیرته، حتی موسوی و کروبی هنوز در حصر هستن، خاتمی ممنوع تصویره و حتی نمیتونه در کوچکترین مراسم عمومی شرکت کنه، حتی اونجایی که میخواد بره پیش ماندلا یعنی برای تدفین او. بنابراین در یک همچین شرایطی ما در پیش بینی نمی کنیم، داریم گذشته رو تا حالا می بینیم. اون چه که در جامعه میگذره، ما یه جامعه پویا داریم، جامعه ایرانی جامعه است بسیار بسیار پویا، جامعه است که بعد از انقلاب در اومده و برای مهار کردن این جامعه، درست جامعه که از تو انقلاب در اومده، شما نیاز دارید در واقع به گذشته زمان و در دست گرفتن ابزارهای قدرت. شما روز اول نمیتونید شکنجه کنید چون دارید افراد رو به جرم شکنجه اعدام میکنید، زندان میکنید. بنابراین نمیتونید زندانها رو پر کنید در روزی که شعار میدادید که زندانها رو پر کردن، نمیتونستید قبرستونها رو پر کنید زمانی که میگفتن قبرستونها رو آباد کردن. ولی شما میبینید در یک فرصت چند ساله اینها همه محقق میشه و امروز شعاری که داده میشه، ببینید امروز شعاری که در واقع منابر دارن میدن اسلام حداکثری است. بحث اسلام حداکثری یعنی اون چه که امروز اتفاق میفته در جامعه ما اسلام حداقلی است. اسلام حداکثری در واقع اون چیزی است که طالبان یا القاعده است یا داعشه. بنابراین خواسته اونها اینه، ولی اینا درگیر هستن با یه جامعه ای که
پویاست، یه جامعه‌ای که 65 درصدش فقط زنان به دانشگاه رفتن و این ربطی هم به رژیم نداره، به خاطر اینکه معلومه میخواد وقتی که مبارز با بیکاری مبارزه کنه، وقتی میخواد عقب بندازه، وقتی میخواد در واقع 4 سال عقب‌تر مردم برن دنبال کار، اینا پیش میاد و این تضادی است که در خود اینها عاملش هستن و میتونه یه جایی همینا مشکل زا بشه و بعد این طبقه ای که این وسط به وجود اومده و همه اینا و بعد فرهنگ حاکم بر جامعه که متفاوت است فرهنگ حاکم بر خود این گردانندگان این رژیم هستش. بنابراین این دوتا که با هم دیگه به دبستان رو ضرورتا به معنای چند قطبی بودن نظام نمیبینید شما؟ من فکر میکنم در کلیت جامعه ایرانی، یعنی ما باید هم جامعه رو ببینیم هم حکومت رو ببینیم، دو تا روند معکوس در حال حرکت. یه روندش همین نکتیست که آقای مصداقی میگن، یعنی یه نوع اراده به قدرت مطلقه وجود داره. سیر خود آقای خمینی رو ببینیم، سیر حذف‌ها رو ببینیم. من فکر میکنم کتاب نهضت‌های 100 ساله اخیر آقای مطهری مانیفست جمهوری اسلامی و توصیه میکنم ما، یعنی باید دوباره این کتاب رو بخونیم. توش تئوری محوریش اینه که روشنفکرها در مشروطیت روحانیت رو حذف کردن، حالا باید روحانیت روشنفکرها رو عقب بزنه و با همه روشنفکرها اونجا مرزبندی کرده بحث نفوذ و مسائل، خیلی مسائل اونجاست. یعنی مانیفست جمهوری اسلامی این اراده میخواست تو حسینی ارشاد اجرا بشه که روشنفکرها باید تحت نظر روحانیت باشن، در حسینی ارشاد شکست میخوره، تو حزب جمهوری اسلامی غالب میشه، یعنی روحانیت باید روشنفکرا رو کنترل کنه. یه سری روشنفکرایی که دعوت شده بودن، آقای دکتر پیمان، مهندس توسلی، قهر میکنن میان بیرون و این میشه غالب میشه بر جمهوری اسلامی، یعنی روحانیت باید بر روشنفکرا غالب بشه. این از بالا ببینیم این سناریو هست. اما جامعه ایران یه جامعه پویایی است و خود ساختار قدرت هم یه ساختار تماما متمرکز نیست، همون که گفتم متمرکز و متشتت است. حالا آقای برزین به یه زبان دیگه گفت چند صداییه. این میل به تمرکز حفظ نظام اوجب واجبات است، یعنی شما میتونید حتی توحید هم تعطیل بکنید، این حفظ نظام اوجب واجبات است و مصلحت نظام تئوری است که از توش همه چی در میاد، یعنی اوین و شکنجه است توش در میاد تا تجدید نظرهای جدی فقهی است توش در میاد. این از مسیر بالا. ولی جامعه ایران یه جامعه کاملا متحول و پویاست، اون جامعه ای که بین این دو قطبی که شرکای انقلاب بودن، یعنی روشنفکران مذهبی و غیر مذهبی و روحانیت رادیکال که بخش اندکی از روحانیت بود ولی به هر حال تصمیم ساز شد برای کل روحانیت، مردم کم کم از اون ور شیفت میکنن به این ور. یعنی به نظر من الان یه اقلیتی داره بر اکثریت حکومت میکنه، اما نکتهش اینجاست، این جمهوری اسلامی در درون خودش استعداد مرتب انشعاب داره، چون تأثیرات انقلاب و گفتمان انقلاب اون تو هم هست و جامعه متحول هم تحول خودش رو درون قدرت هم پمپاژ میکنه. ببینید کارگزاران سازندگی، آقای دکتر سروش، آقای مخمل باف، اینا بعد از قطعنامه 598 تن کارگزاران سازندگی مدیران چپ جمهوری اسلامی بودن، ولی دیگه الان اونجوری به مسئله مدیریت نگاه نمیکنن. دکتر سروش تئوریسین اون طرف بود، الان تئوریسین جریان مقابل شده. محسن مخمل باف اون طرف بود، حالا این طرفه. این ستا رو من نمادین میگم، ما در سه حوزه مختلف، یعنی در حوزه اجرا، در حوزه فرهنگ و در حوزه ادبیات و هنر، یعنی استعداد انشعاب به هر حال وجود، استعداد انشعاب. این انشعاب هم ناشی از یه بخشش تداوم اون گفتاری است که انقلاب تولید کرده و نذاشت این قدرت هم متمرکز بشه. گفتم آقای خمینی، من خودم دهشه از این نکته رو نمیدیدم. آقای خمینی میگه که بعد میرحسین موسوی بشه نخست وزیر، 100 تا نماینده مجلس در دوره‌ای که آقای خمینی این همه کاریزما داره میگن نه. یعنی این تشتت از کجا نشه؟ آیا این به معنای این هست که اون چیزی که جواب شریعت مداره اشاره کردن که توتالیتاریسم یا یه نظام توتالیتر تمامیت‌خواه که همه چیز رو میخواد محقق نتونسته بشه؟ نه، یعنی اون ارادهش وجود داره، اراده به قدرت، اراده به قدرت مطلقه، این ارادهش سیرش رو دوستان گفتن وجود داره، ولی جامعه ایران از یک طرف و پیام انقلاب از طرف دیگه، یعنی آثاری که ژنتیک انقلاب گذاشته تو نسلهای خودش به لحاظ فرهنگی، اینو مرتب مانع باز تولید شده. ببینید این نظام در حقیقت دوره‌های مختلفی رو طی کرد. دوره اول یعنی تا پایان جنگ جامعه حل در نظام و رهبری
انتخابات معنای جز بیعت نداره، بدهبستون و قرارداد اجتماعی نیست. وقتی از طرف میپرسید چرا برای انتخابات اومدی، میگه اومدم تا مشت محکمی به دهان آمریکا بزنم، تا نگن که امام رو تنها گذاشتی. منظور انتخابات نیست، منظور بیعت. و در این نظام های اقتدارگرا در حقیقت چند صدا همیشه وجود داره، ولی چند صدا به سرعت با یک اشاره کوچک رهبری حذف میشه و امکان مقاومت نداره. در دوره بعدی رهبر کاریزماتیک رفته، جنگ تمام شده، سیاست تعدیل اقتصادی بخش متوسط رو بهش جون داده و این جامعه اکثریتش خودش رو از نظام جدا کرده. در دوره خاتمی میبینیم که به کسی که خودش رو دورترین از نظام نشان میده رأی 20 میلیونی میده. این جامعه شبه مدنی که تازه متولد شده به این دلیل نظام ماهیتش تغییر میکنه که حالا میاد با سازماندهی مهم و خودی و غیر خودی کردن با جامعه‌ای که قبلا همه خودی بودن، جامعه رو اغلبش میکنه غیر خودی، خودی ها رو جمع میکنه، به خودی ها انواع امتیازات رو میده، خوب سازمانشون میده و با 15% خودی هایی که خوب سازمان دهی شدن، اون 75% و 85% بقیه رو با سرکوب میتونه در حقیقت راهبری بکنه. 76 رو گفتید که نظام تغییر ماهیت داد، درسته؟ بله. یعنی پس میپذیریم که در یه جاهای نظام دچار تغییرات اساسی و بنیادی مثل هر نظام دیگری. یعنی نظام عکس العملی است در حقیقت از جامعه و وقتی جامعه خودش رو تفکیک میکنه، هانا آرنت به خوبی اینو میگه، میگه که نظام های اقتدارگرا به جایی میرسند که اون مقبولیت اولیه از دست میره و مجبور میشن یک دستگاه پلیسی سازمان بدن که ناراضی ها رو باید سرکوب بکنن، همون هایی که قبلا در استخدام نظام. فکر میکنید که در این سیستم سیاسی آیا یک مکانیزمی برای تغییر و اصلاح تعبیه شده یا نه سیستم تحت فشار و اجبار دچار تغییر؟ همونطور که آقای مصداقی گفتند و آقای علیجانی هم به درستی اشاره کردند، دو حرکت موازی وجود داره. نظام تقسیم میشه به دو بخش از این حالت به بعد، بخشی بقای خودش رو در هماهنگی با جامعه ای که اون رو به یک محاصره مدنی در آورده، یعنی اکثریت جامعه با مطالبات مدنی این اقلیت 15% خوب سازمان یافته رو محاصره کردن، دائما مطالبه میکنن و برآورد مطالباتشون رو میخوان. بخشی از نظام میگه که اگر به اینا پاسخ ندیم نخواهیم موند، بخش دیگه میگه اگر سرکوب نکنیم نخواهیم موند. و بنابراین اینجاست که جامعه اثر خودش رو در دو پارچگی نظام میگذاره. شما هدف نهایی رو حفظ نظام میگید. در هر دو جناح حفظ نظام از اوجب واجبات دموکرات ترین آدم جناح مقابلم لحظه ای فکر نمی کنه که با یک نفر از جامعه متحد سیاسی باشه، فقط میخواد از اونا استفاده بکنه برای اینکه این تعبیر رو برای حفظ نظام. جناب برزین، در این حال هر جا دوست دارید اگر فکر کردید که نکته رو اضافه بکنید وارد به بحث بشید. دوستان به مسئله تضاد حکومت و ملت اشاره میکنن. بله، درجه ای از تضاد بین ملت و حکومت هست، ولی اینکه ما جامعه مدنی رو، اگر جامعه مدنی اصلا در ایران وجود داشته باشه، ترسیم کنیم در برابر حکومت قرار بدیم 15 برای 85، من اینو نمیبینم. یعنی همکاری بین دو طرفو خیلی بیشتر میبینم و در مسیر بحث بهش اشاره میکنم. اما ببینید، در تعریفی از جمهوری اسلامی که میشه، ما طیف های مختلف داریم. از آقای مصباح یزدی الان شما سوال بکنید، میگه که آقا این حکومت متصل به خداوند تبارک و تعالی است و ولی فقیه مشروعیت الهی داره، هر کیم جلوش ما باید حذف بکنیم. طیف برانداز اپوزیسیون رو شما نگاه بکنید، میگه آقا این حکومت یک حکومت جبار صفاک استبدادی، از دهان و لب و دندانش خون میچکه و اینو به هر قیمتی باید سرنگون کرد. متوجه؟ یک طیف وسیعه. من میگم برگردیم به واقعیات نگاه کنیم، برگردیم به اون چیزی که اتفاق افتاده و چیزی که امروز هست نگاه کنیم. امروز شما بیاد مقایسه کنید با دهه 60، امروز رو بیان شما مقایسه کنید با دهه 50 آخرین مرحله از نظام پهلوی،
امروز شما به عنوان مثال نهاد مطبوعات رو در نظر بگیرید، نهاد احزاب سیاسی رو در نظر بگیرید، ببینید که چقدر پیشرفت حاصل شده. من نمیگم که در همه زمینه‌ها پیشرفت حاصل شده، خیر، در همه زمینه‌ها پیشرفت حاصل نشده، ولی احزاب همون احزابی که در ایران الان دیالوگ سیاسی رو در عرض چند دهه پیش پیش آوردن، مثلا حزب اتحاد ملی هست، الان حزب اتحاد ملت هست، اعتماد ملی هست، کارگزاران هست، حزب مختلف هست. من میگم این نهادهای سیاسی در مقایسه با دهه 60 بسیار پیشرفته ترن. گفتمان سیاسی، آنچه که در مطبوعات و رسانه ها میگذره بسیار پخته تره، مسائل عمده اجتماعی رو مورد بررسی قرار میدن، انتقادی صحبت میکنن، تعداد فعالین سیاسی گسترده هست. من نمیگم همه چیز خوبه، نه، قانون اونجا که ضعف وجود داره قانون مداریه، یعنی حکومت در قانون مداری ضعف داره و اونجاست که خشونت خودش رو هم نشون میده. من خشونت رو منکر نمیشم، اما میگم هم سیاه رو ببینیم هم سفید رو، خاکستری رو ببینیم. اینکه سیاسفید کنیم مسئله رو اشتباس. من تصور میکنم اونچه که در ایران وجود داره احزاب سیاسی اونجور ما میشناسیم یا تعریفی داریم از احزاب سیاسی نیست. در دهه 60 هم شما میدیدید مجاهدین انقلاب اسلامی بودن، حزب جمهوری اسلامی بود، یا حتی جناهای مختلف داشتن اینا که اتفاقا به حزب و گروه و سازمان نزدیکتر بودن. کی هست؟ کی پس حزب سیاسی کجا هست الان؟ عرض میکنم شما خارج از کشور دارید کسی رو؟ نه، بحث ما نیست که در خارج از کشور ما ایرانی ها داریم یا نداریم. نه، بس دقیقاً همینه. من میگم پیشرفته ترین شکل احزاب سیاسی همین احزاب سیاسی داخل کشور هستن. اونا که اصلا اساسا اگر بخوایم اونجوری بگیم، من هر اون چیزی که در خارج از کشور هست رو حزب میدونم، سازمان میدونم، گروه میدونم. و نه، اگر بخوایم در مقام مقایسه ببینیم، چون اون چیزی که در ایران هست اینها یک ائتلاف هایی هستن برای انتخابات ها، قبل از انتخابات ها شما میبینید حزب مشخص جلسه داره، حزب مشخص میتینگ داره، بعد کار سیاسی داره، شعار سیاسی داره، برای رسیدن به قدرت داره. اینا تعریف هایی کسی ما برای یه حزب و یه سازمان داریم. ببینید این که گفته میشه مصباح یزدی هم هست، فلانی هست، بله اینا هستن، آقای مشتهد شبستری هم هستن، چه ربطی به رژیم دارن؟ اون چه رو که در واقع حاکم هست، اون چه که امروز ما در نظام جمهوری اسلامی میبینیم و راجبش باید صحبت کنیم. بله، صداهایی هم هست که هیچ ربطی به قدرت ندارن، کسانی هم هستن که در کنار هستن. آقای موسوی بخشی از این نظام بوده یا نبوده؟ بله. آقای هاشمی بوده یا نبوده؟ آقای خاتمی بوده یا نبوده؟ آقای کروبی بود؟ اینا بخشی از نظامن؟ بله عزیزم، بله، اینا بخش اول از اون که همه اینا بیرون از نظامن و همه اینها از نظام پرتاب شدن بیرون. ولی صحبت سر اینه که این افراد هم در واقع به دنبال استیفای حقوق ملت ایران نیستن. کی هست پس؟ نه، ببینید مردم هستن. اثباتش این نفی ما ادا نمیکنه. آخه شما یک نفرم نباشه خب با حقوق ملت سر جاشه. من میگم شما بعد بر اساس واقعیات موجود سیاست ورزی کنید، نه یک شرایط تصوری. آقا من میگم احزاب ما همینان، سیاسی ما همینان. نه، درست میفرمایید. واقعیات خیلی بستگی داره به اون ریفرنس فریم، به اون دیدگاهی که از شما از اونجا نگاه میکنید. بله، واقعیت برای شما اینطور، برای من واقعیت اینه که یک تعریف های بین المللی من میگم واقعیت اینه که حزب یه تعریف بین المللی داره، دموکراسی یه تعریف بین المللی داره. نه، من بحث حقوقی نمی کنم. اگر نه خیر، حتی بحث جامعه شناسی، من بحث نسبت به اونها اینا حزب نیستن، اینا در حقیقت هیچ کدوم چیزی نیست. خب چیزی هست، آباریکلا چیزی نیست. اگر چیزی نیست ما باید با همینا بسازیم. چرا باید بسازیم؟ برای که چیزی نیست، برای که چیزی نیست، برای که نیروهای سیاسی ایران خارج از کشور 30 سال عرضه این که یک حزب تشکیل بدن نداشتن. اون وقت شما همونی هم که در داخل هست میخوای من رد بکنی؟ خیلی حرف جالبی میزنید. حزب در خارج از جامعه مثل فوتبال بازی کردن در بیرون از میدان فوتباله. خب پس شما میگی چه سب چه حزبی میشه در خارج از کشور ساخت؟ این چه توقع نابجایی. اساسا حس سازنده مردمه و چیزی که وقتی خارج از کشور هست اصولا نمیتونه محقق بشه. ولی ببینید بحث بر سر اینه که امروز شما خارج از کشور خارج. نه نه، بحث من اول خب نه. چرا بعد وقتی حزب نساختی یعنی نمیتونی کار کنی؟ یعنی گفتمان نمیتونی بسازی، گفتمان خودت رو ارائه نمیتونی بدی، جامعه رو با این همه مدیای جمعی نمیتونی تحت تاثیر قرار بدی؟ معلومه که میتونی. اتفاقا من تصور
تصورم اینه که همین صحبت ها میتونه موثر باشه و میتونه گفتمان ساز باشه. به خاطر همین ما اینجا دور هم جمع شدیم. توجه داشته باشید. ببینید مثلا میخوام بگم همین ابتکاری که آقای مثلا خاتمی به خرج میدن سر داستان همین آشتی ملی، شما باستاب هاشو در نیروی نظام میبینید، در صورتی که ببینید این به نظر من آدرس غلط دادنه، چون آشتی ملی ما در همه جای دنیا هم داریم، بله، ولی چه جوری داریم؟ آشتی ملی در شیلی میبینید، یعنی پینوشه میپذیره، در یه نقطه میپذیره که انتخابات آزاده و بعد مردم میتونن بیان و اونجا رأی بدن. میتونیم در آفریقای جنوبی ببینیم، بله، این یه نوع آشتی ملیه. ولی وقتی که شما بیایید در درون یک نظامی جناح‌های اون نظام به همدیگه پیشنهاد آشتی بدن، اون ربطی به آشتی ملی و مردم نداره، چون دوباره اون کاملا داره، چون اون تضاد همچنان وجود داره. یه مقدار سطح توقع و به هر حال ارزش گذاری که روی این واقعیت میکنیم داره. یعنی یه بار میگیم همینی که هست یا توصیف میکنیم، توصیف یه داستانه، لزوما ما نباید تسلیم این واقعیت بشیم. یه بار میخوام تجویز کنیم، حالا الان بحث ما وارد مرحله تجویز نشدیم. ببینید از بالا اراده وجود داشته دایره قدرت و سیاست ورزی رو محدود بکنه. ببین من الان در اینجا نشستم، قبلا من میتونستم تو کل دانشگاه‌های ایران صحبت بکنم، برم تو دانشگاه. قبلا آقای محمدرضا خاتمی میتونست فعالیت سیاسی بکنه، آقای تاج‌زاده میتونست مقام کشور باشه. اینا الان نشون میده که به هر حال اراده به حذف چقدر زیاده. اما این یه بخشی از واقعیت، نمیتونیم نادیده بگیریم. یه بخش دیگری از واقعیت این هست که آیا اون میل به یکسانسازی قدرت تونسته موفق بشه؟ بگم آنه من نتونسته موفق بشه به علت اون روندهایی که در قبل گفتم. اما این دوتا روند به کدوم طرف خواهند رفت، اینو باید بحث بکنیم. این روندی که از پایین هست و کسانی هم که از قدرت رانده میشن و ریخته میشن توی این جامعه مدنی، ریخته میشن توی به اصطلاح فعالین خارج از قدرت و باز تولید انشعاب و تشتتی که در درون قدرت دوباره اتفاق میفته. یعنی علی مطهری چند سال پیش اصلا یه علی مطهری دیگه ای بود. ما نمیخوام به علی مطهری دل ببندیم به عنوان نوک پیکان استراتژی تغییر در ایران، ولی این پدیده رو باید ببینیم. در اینجا شما اپوزیسیون یک موقعی مهندس بازرگان بوده. ببینید یک موقع اپوزیسیون در ایران در مذهبیاش مرز میخوام بکنم آیت الله شریعت مداری بوده، امروز شده آیت الله وحید خراسانی که به مراتب مرتجع تر از خود شخص خامنه است. ببینید پس بعد اینو تصور کنیم، این فرایند به سمت باز شدن نیست. به جای مهندس بازرگان یا مهندس صحابی، امروز آقای مطهری، شما دیدگاه های ایشون رو میتونید برید راجع به زنان آزادی ها، میتونید راجع به اینا برید ببینید، راجع به جامعه مدنی میتونید ببینید. این درست آقای مستاقی، ولی یه روند دیگه هست. حرفی که اون موقع مهندس بازرگان میزنه یه دهه بعد کسانی میزنن که همون موقع بازرگان رو سرکوب میکردن. ببین ما این دو تا روند رو، مثلا بحثم حکومت نیست و بحثم جامعه ایرانیه، ما این دو تا روند رو تو جامعه ایرانی باید ببینیم. حکومت دو جا خط سرخ داره، یعنی هسته سخت قدرت، هر چقدر این اصلاحات میره و اون پس میزنه و پس زدنش هم همین روندی است که فکر نمیکنم الان اختلاف نظر داشته باشیم. دو جا هست، یه جا پرونده حقوق بشری، اعدام 67، قتل های زنجیری، حتی پرونده اسید پاشی، اینا خط سرخه. یه جون پرونده های بنیادی فساد مالیه، یعنی کسی بخواد واردش بشه سرنوشت امیرکبیر در انتظارش هست. یعنی این دو جام خط یعنی ستونی است که در برابر هر گونه اصلاحات بسته شده. در نتیجه ما نمیخوام به روند اصلاحات دل ببندیم و میگیم این تحول رو تا آخر پیش خواهد بود. نه، تحول در یک تعاملی، اجازه یه جمله رو تمام کنم، تحول در یک تعاملی تو همین مثلث شکل میگیره، مثلث درون قدرت و گسلهایی که داره، درون جامعه و شرایط بین المللی. ما از درون این مثلث باید تحول رو ببینیم. بله، ببینید امروز کنسپتی یا یک گفتمان سیاسی به عنوان اصلاح طلبی دیگه پتانسیل خودش رو از دست داده، آزمون خودش هم کرده و موقعی که بیش از 22 میلیون رأی داشته، مجلس دستش بوده، کاری نتونسته بکنه. امروز ما با یک جامعه ناراضی سر و کار داریم که در حقیقت جمع کوچکی از افرادی که با فساد مالی دارای امتیازات فراوانند، انواع تسهیلات سرکوب رو دارند، انواع امکانات در اختیارشون گذاشته شده، سعی میکنند که این جامعه بزرگ این قدرت رو از دستشون نگیره. و این
خودی هایی که دارن حکومت میکنن و هر روز دچار ریزشن. در کنار اون نظامی داریم که کنسپت ولایت فقیه که آورده نامحبوبه، مردم بهش توجهی ندارن، ولی خوب سازمان داده و میتونه ادامه بده. روایت دومی داریم که کمی محبوبتر مال اصلاح طلبان، عدم کارایی خودش رو و غیر قابل عملی بودن خودش رو نشون داده، و جامعه ای داریم که از هر دو داره دل میکنه و فکر میکنه که خب من در این برهوتی که هیچ پشتیبانی ندارم چیکار میتونم بکنم. راجب جامعه جامعه شریعت مدنی یه مقدار، چون راجب جامعه زیاد صحبت شد، نقشی که جامعه داشته، تقاضام اینه که یه مقدار رون بحث بریم که مردم چه نقشی در این سیستم دارن در تغییرات. بفهم مثلا در تکمیل صحبت ایشون میگم به همین موضوع اشاره کنم. ببینید سال 76 در واقع اتفاقی که نظام جمهوری اسلامی هیچ یک از جناحاش پیش بینی این شرایط رو نکرده بود. حتی خود خاتمی و اصلاح طلب‌ها به دنبال به دست آوردن یک اقلیت موثر بودند و میگفتن ما 6 میلیون 5 میلیون 6 میلیون بیشتر رأی نمیگیریم. اینجا در واقع در مقابل یک عمل انجام شده از طرف جامعه قرار گرفتن و در طی این 20 سال تجربه کسب کردن، نهادهایی رو به وجود آوردن که دیگه امکان اون اتفاق نباشه. ما امروز با نهادها مواجه هستیم و می‌بینیم در سال 88 همون نهادها کار میکنن، در سال 84 همون نهادها کار میکنن و شما می‌بینید که چجوری نتایج آرا در سال 88 تغییر پیدا میکنه با وجود همون نهادها. و به نظر من نباید اون رو به عنوان یک گشایشی از طرف حاکمیت ببینیم، نباید اون رو یک تغییر روی کرد در حاکمیت ببینیم. اونها فکر میکردن دوی خرداد، کما اینکه در سال 88 همون پروسه بود، همون تکرار بود، اما با نتیجه متفاوت. اون راه بسته شده، راه اعمال. یه جمله دیگه ببینید، خود نظام جمهوری اسلامی به خوبی تبیین میکنه جرم کسانی که به زندان رفتن چی بود. میگفتن اینا میخواستن انقلاب مخملی بکنن که در چارچوب قانون اساسی ولی فقیه رو پاسخگو بکنن. جرم اونها اینه، به روشنی دارن میگن. اگه نوبت من باشه چند کلمه بگم. ببینید، اولا ذکر مصیبت کردن کافی نیست. ذکر مصیبت باید کرد، ولی باید واقعیت رو اونطور که هست تعریف کرد، تبیین کرد که راه حل پیدا کرد. اگر ذکر مصیبت و روزخونی سیاسی راه حل نخواهد. ببینید، در مورد مسئله تغییر، آقای خامنه اگر شما بهش بگی آقا تغییر چی باشه، میگه اگر آمریکا بمیره مرگ بر آمریکا بشه، بعضی با خوب میشه. درسته؟ از این طرف اپوزیسیون برانداز اگه بگید که آقا چی کار باید بشه، میگه اگر ولی فقیه بره کولبر ایرانی خونه دار میشه، طوفان شن اهواز هم خوب میشه. میدونی؟ یعنی این همه این بینش ها واقع بینانه نیست. من میگم ما رجوع کنیم ببینیم که در 14 اخیر تغییر چگونه به وجود اومده و این تغییر رو چه کسانی به وجود آوردن. من میگم این تغییر در جامعه و سیاست ایران سه بازیگر داره. یکی مردم هستن، یعنی به عنوان کسی که حق رأی داره. یکی اندیشمندان و روشنفکران هستن، یعنی صاحب نظر هستن. و یکی حکومت هست، یعنی کسی که صاحب قدرته. من میگم یک جریان تعاملی بین این سه بازیگر در جریانه. اینها در یک بازی با هم هستن، اینها با هم دارن به نحوی کار میکنن. یعنی برای مردم شما عملیات مهمه، زنده باد برای مردم، برای طبقه روشنفکر، برای حکومت. و این بوده که ما از ایدولوژی دهه 60 ضد لیبرال، ضد امپریالیست، بنیادگرای اسلامی امروز به جای رسیدیم که تفکر حاکم تفکر اصلاح طلبیه. عملیات مردم جناب شریعت. ببینید، من با آقای برزین خیلی جاها اختلاف دارم، از جمله که رولت روسی را هم میشه بازی فرض کرد. اون چیزی که در جمهوری اسلامیه این نیست که سه تا جریان با هم تعامل میکنن. جامعه فشار میاره، دائما وبلاگ نویس رو میگیرن، فعال مدنی رو میگیرن، روزنامه نگار رو میگیرن، دائما اذیتش میکنن، تو زندان شکنجهش میکنن، میکشن و اسم اینو ما میتونیم تعامل بذاریم.
لفظ تعامل یه معنای عرفی داره. اسم این تصویر کل شما، شما ایران، ایران رو بزرگترین زندان خبرنگاران جهان اسم گذاشتن. بزرگترین تعداد اعدام های دنیا به نسبت جمعیت در ایران مردم در انتخابات شرکت کردن. هیچ اشکالی نداره. بسیار خوبه که مردم ایران یاد گرفتن که در بدترین نظام ها هم با استفاده از اهرم انتخابات تغییرات جز به جز و مستمر به وجود آورد. ولی نظام ما یاد نگرفته که این رأی مردم یک قرارداد اجتماعی است که از اون تخلف نباید بکنه. هنوز فکر میکنه که مردم رو بین بد و بدتر مخیر میکنه، رأیشون رو میگیره و بعد از رأی به راه خودش میره. پس برای مردم ما امروز شما... داریم بحث میکنیم اینه که مردم ما به خوبی آموزه های گرانبهایی در گزار مسالمت آمیز به دموکراسی یاد گرفتن و نظام ما هیچ چیزی از این آموزه‌ها رو درک نمی‌کنه. شما برای مردم عملیات میشناسید و فکر میکنید که میتونن از طریق انتخاب؟ من اصلا میگم محاصره مدنی است و جامعه این نظام رو محاصره کرده با مطالبات خودش. آقای مستاقی اشاره کردن که این راه بسته شده، راهی که مثلا در 2 خرداد مردم رفتن و تونستن با رأی ایجاد تغییر بکنن، این راه دیگه مسدود شده. حکومت ببینید نشون داده حکومت که به اون مرحله بر نمیگرده. 88 نشون داد، در سال 94 هم ما دیدیم که به اونجا ما نرفتیم و عملا با توجه به مکانیزم هایی که به وجود آوردن شما فقط میتونید تو یک جای محدودی حرکت بکنید و این محدوده منجر میشه به مجلس خبرگان رهبری که حتی هاشمی نمیتونه توش اظهار پیروزی بکنه. ببینید من تصورم اینه که اتفاقا تصادم بین نظام جمهوری اسلامی و مردم در یک جا این میزنه بیرون، در یک نقطه میزنه بیرون، به چشه کجا نمیدونم، ولی به این ترتیبی که ما داریم میریم اشتباهه. مسئله اصلی اینه که ببینید اون چی که به مردم، اون چی که به جامعه، اون چی که به پیشرفت جهان ربط داره رو به نظام ربطش ندید. ببینید امروز بله به خاطر اینترنت هست، فضای مجازی هست، تلویزیون هست، ماهواره هست، همه اینا هستیم. چجوری این شرایط رو مقایسه میکنید با دوران قبل از انقلاب؟ چجوری با 50 سال پیش و 40 سال پیش مقایسه میکنیم؟ به خصوص که یعنی اگه طالبان مثلا در ایران سر کار بودن هم همینطور میشد، همین پیش افاسر میشد. ببینید طالبان هستن، طالبان شیعی سر کار. شما اینو چه فرقی داره؟ شما بین رژیم طالبان و مثلا داعش فرقی با عرض میکنم خدمتتون آقای چیز، اتفاقا اجازه بدید، اجازه بدید، اتفاقا در ایران تفکر طالبانه. ببینید اجازه بدید، ببینید در ایران تفکر طالبانه و تفکر القاعده است. منتها شما رژیم ایران رو رژیم القاعده میبینید، دقیقاً اونجوری میبینم. اما با یک تفاوت، شما میتونید رساله عملیه رو بذارید جلوتون، رساله عملیه کار ندارم، من میگم روزمرگی سیاسی شما. آقای اجازه بفرمایید، شما قانون مجازات اسلامی رو مطالعه فرمودید. من میگم که آنچه من بحث حقوقی نمی کنم، نه بحث حقوقی، من طالبان هنوز موفق نشدن یک قانون مجازات اسلامی. شما بحث حقوقی میکنید، بسیار خوب، شما بحث حقوقی، من میگم واقعیت سیاسی رو بر زمینه قرار داد. من به بحث حقوقی کار ندارم، اجازه بدید این رو نباید پای رژیم گذاشت. نه بخش بزرگی از واقعیت سیاسی از واقعیت حقوقی ناشی میشه. اونها نمیتونن اجرا کنن. چرا شعار اسلام حداکثری میدن؟ همه اینها ببینید آقای محمد، اجازه بدید جناب مستاقی عزیز، ببینید مسئله همینه. من میگم سه تا بازیگر هست، مردم هست، الیت سیاسی، نخبگان سیاسی هستن و حکومت به عنوان صاحب قدرت هست. اینا با هم دارن، نمیگم از روی اجبار نه اختیار، از روی اجبار مجبورن در شرایط موجود هر کسی یک مصلحتی رو برای خودش تبیین. ببینید نقش مردم رو من اشاره بکنم اگر اجازه بدید. مردم در این 40 سال در سیاست نقش داشتن، انقلاب اومدن کردن، در جنگ شرکت کردن، در انتخابات رأی دادن، در جنبش 88 شرکت کردن. نقش مردم دیگه، نقش مردم به چه شکلی تغییر کرده؟ نقش مردم روزی که آقای خمینی اومد مرید و مرادی بود. اون میگفت یا علی مدد 2 میلیون نفر بدونه که بدونن این بابا چیکار میخواد بکنه، دنبالش را افتادن، درسته؟ امروز نقش مردم چیه؟ امروز اکثریت مردم رأیشون شناوره، رأیشون خاکستریه، وابسته به هیچه که از احزاب سیاسی نیستن و بر اساس مصلحت خودشون تشخیص میدن به کدوم طرف برن. این یک. و عنصر مهمی که وارد فکر عمومی شده
88 اتفاق افتاد و چیزی که اجازه بدید 88 می‌بینید و چیزی عنصر مهمی که وارد فکر عمومی شده امروز یک ملاحظه کاری است که به خاطر تراژدی بهار عربی مردم مد نظر دارن و محافظه‌کار شدن و به اضافه اون الان یک گرایش به همکاری و همیاری و همبستگی و آشتی در افکار عمومی وجود داره. کنم مردم هم بایستی متکثر در نظر بگیریم و با راهکارهای مختلف و با تجاربی که رو هم دیگه هم باشته میشه. حدود 60 تا 70 درصد مردم در انتخابات شرکت میکنن و تو با انگیزه های مختلف، ولی به هر حال درجه نفرت چون از حکومت اونجوری نیست که بگم ما رأی نمیدیم. 30 تا 40 درصد شرکت نمیکنن. این 30-40 درصد هم ما باید در نظر بگیریم، اینا هم یه دست نیستن. یعنی بگیم 2/3 1/3 ما از این 1/3 خیلی خبر نداریم، ولی این 1/3 هم بخشی از جامعه ایرانن و متفاوت فکر میکنن. اون 2/3 هم به نظر من تجاربی رو پشت سر گذاشتن و به راهکارهای مختلف رسیدن. جامعه مدنی ایران مستقل از قدرت خودش یه کارهایی داره میکنه، مقاومت میکنه رو بحث زنان، رو جاهای دیگه، یه کارهای اجتماعی میکنه و در انتخابات هم شرکت میکنه به عنوان یه راهکار مهم و مؤثر و به دورترین نیروها نسبت به گفتمان اصلی رأی میده، یعنی رأی سلبی میده، یه به هر رأی عکس العملی میده، یه جایی هم رأی ایجابی میده البته. ولی به یه تجربه هم رسیده جامعه، حالا به زبان سیاست بگیم همه راه حل ها رو میزه و این یه بخشیش به همون مثلث برمیگه، یعنی حکومت، شرایط بین المللی و شرایط داخلی. حکومتی در تحلیل نهایی یا باید منعطف بشه یا میشکنه. یعنی اگه بخوام به پس فردا فکر کنیم نه به امروز و فردا، در نهایت جامعه کنش و واکنش داره با قدرت، ولی دو تا مشخصم رو جامعه ما واقع گرایانه باید بخوام نگاه کنیم باید در نظر بگیریم. جامعه ریسک پذیریش پایین اومده، یعنی جامعه مردم یه مدام ملاحظه کار شدن بنا به دلایل مختلف، به بازیگران سیاسی بی‌اعتنا هستن، به روندها بی‌اعتنان، یا یه نوع تشخص سوژه فلسفی و شهروند به اصطلاح سیاسی شکل گرفته، از شرایط منطقه میترسن و هر چیزی دیگه. این یک. دو، اینکه مردم مطالعه، این من فکر میکنم مقطع 88 رو بایستی اینجا به اصطلاح به عنوان نقطه برجستش و سرفصلش در نظر گرفت. مردم به یه نوع مطالبه محوری، حالا نگه مردم، یه بخش مهمی از مردم، یه بخشی مهمی از جامعه مدنی به مطالبه محوری رسیده. یعنی چی؟ یعنی من فکر میکنم مطالبه محوری یک زایش جدید، جهش جدید تو استراتژی‌های سیاسیه، به این معنا که مثل گذشته همه چی رو مکول به تغییر حکومت نمی‌کنن. یعنی بگن ما ترافیک داریم، آلودگی هوا داریم، مثلا زنا داره تو دادگاه بهشون ظلم میشه، بگن همه چی متوقف، تا حکومت سرنگون نشه چیزی حل نمیشه. یعنی پذیرفتن جنبش زنان، ببینید بیس جنبش زنان اصلاح طلبان نبودن، بیس جنبش زنان بچهای چپ بودن، ملی بودن، ملی مذهبی بودن، خانواده‌های زندانیان سیاسی بودن و جنبش زنان قبل از جنبش‌های سیاسی به مطالبه محوری در مسائل خرد هم توجه داره بهش میشه. به نوعی میشه گفت نوعی سیاست ورزی مدرج، بی معنا نیست که هدف نهاییشون رو فراموش کردن. یعنی بخشیشون میگن ما همین حد میخوام، بخشیشون میگن ما خواستامونه، یه بخشیش رو از همین حکومت میگیریم، یه بخشیش رو فشار میاریم، شاید بشه شاید نشه، یه بخشیش هم توی حکومت قابل دسترسی نیست. حدود 7-8 دقیقه بیشتر فرصت نداره، من اجازه بدید یه مقدار بحث رو بریم روی این سمت که آیا جمهوری اسلامی یک نظام قابل پیش بینی هست؟ رفتارش رو میشه پیش بینی کرد؟ و اگر هست فکر میکنید در چه مسیری داره حرکت میکنه؟ بله، من فکر میکنم که با توجه به تجارب بین المللی میشه چیزهایی رو حد زد. البته چیزی که مربوط به آینده است، خیلی انتخابهای نامعینی هم وجود داره که امروز ممکنه دیده نشه. یکی این هستش که جامعه ایران مطالبات خودش رو در بخش‌های همونطور که گفتن بسیار ملاحظه کارانه، ولی بخش‌هایی است که خیلی انفجاری اتفاقا، گسل‌های اجتماعی مثل گسل مرکز و حاشیه یا مسئله ملیت‌ها، مسئله اختلاف نسلی، مسئله بیکاری و این بمب ساعتی که در جامعه ایران کار گذاشته شده، مسئله محیط زیست، اینها چیزهایی است که درش انرژی‌های انفجاری نهفته است که هر آن ممکنه آزاد بشه. جامعه ایران به سمتی میره که یا باید این نظام خودش رو با این واقعیات وفق بده و به این در حقیقت مطالباتی که بخشن هنجاری و اصولی هست تن بده،
و یا اینکه یک حکومت نظامی بیاد یا به فروپاشی بره، دو گزینه ایست که در آینده میشه دید. یعنی این فشار جامعه به قدری است که فقط بخش‌های محتاطش رو نباید دید، بخش‌هایی که کاملاً یک انرژی انفجاری در اونشون نهفته است و امسال امروز به خاطر سرکوب آزاد نشده. متاسفانه در جامعه ما حکومت به قدری دیر عکس العمل نشون میده که همیشه مواجه با این انفجارهای اجتماعی میشه. آقای برزین، یک دقیقه. بله، ببینید، من واقعا موافق هستم که خطر زیاده و باید دقت کرد، ولی ببینیم دو تا نظر هست. یکی که میگه این رژیم یه دو ماه دیگه رفتنیه که من واقع بینانه نمیدونم، یکی هم که میگه که این رژیم به امام زمان وصل ابدالآباد ادامه داره، اونم نمیدونم. بر اساس همون آهنگی که ما تغییرات رو در سه دهه چهار دهه اخیر دیدیم، به نظر من تحولات بر اساس همون پیش خواهد رفت، شاید با سرعت بیشتر، شاید با عمق بیشتر، شاید با تاثیرگذاری بیشتر، و سه عنصر و سه بازیگر تعیین کننده هستند که چگونه ما پیش بریم. تضاد بین جامعه مدنی و حکومت نیست. جامعه مدنی، مردم، الیت سیاسی، اندیشمندان سیاسی و حکومت باید با هم کار بکنن. این در برابر اون نیست. هر دو باید زبان مشترکی پیدا بکنن تا مسائل رو حل بکنن. من توضیح دادم که در 40 سال گذشته عملاً حکومت به سمت بسته تر شدن و بدتر و شرایط در واقع نامناسب تری پیش رفته. و برای اینکه آیا رژیم جمهوری اسلامی قابل پیش بینی است یا نه، در ارتباط چه با موضوعات داخلی چه با موضوعات بین المللی، من تصورم اینه که نظام جمهوری اسلامی زبان زور رو میفهمه، فقط و فقط اونجاست که او به منافع خودش در واقع به خاطر اونها عقب نشینی میکنه. در مسئله هسته‌ای ما این رو دیدیم، در موضوعات داخلی هم ما می‌بینیم این رو. زمانی که جنبش قوی هست خامنه‌ای از بیماریش میگه، زمانی که جنبش در اوجه میگه من ضعیف، من علیل، من فلان، ولی به محض اینکه از اون عبور میکنه شما می‌بینید سرکوب رو، شما می‌بینید فشار رو. این وضعیتی است که رژیم جمهوری اسلامی از ابتدا تا کنون باهاش مواجه بوده و من فکر می‌کنم، من معتقد نیستم دو ماه دیگه رژیم میره، ولیکن من فکر میکنم تحولات اجتماعی رو نمیشه پیش بینی کرد. اما مثل سیله، مثل زلزله است، مثل سونامی میاد، دست خواسته ما نیست. جواب ماینده جمهوری اسلامی دست خودشه، هر چند سزل ای ببینیم ولی نهایتا دست خودشه. حالا زبان زور رو که آقای مستایی گفتم به یه بیان دیگه بگم، بسیار به توازن قوا داره. ما در ایران ناراضیان اقتصادی داریم و ناراضیان سیاسی داریم. از غذا خطر جدیتر برای جمهوری اسلامی ناراضیان اقتصادی هستند و پیوند اینها با ناراضیان سیاسی. حالا این جامعه مدنی چه کار بکنه آینده رو یه بخشش رو این میسازه. شرایط بین المللی معنی افکار عمومی، رسانه ها و برها روشنفکران، اینا هم بخشش هستند. ولی به نظر من سرنوشت جمهوری اسلامی رو خودش خواهد نوشت، آیا منعطف خواهد شد یا یا خواهد شکست. این تصمیم نهاییش به نظر من به خود جمهوری اسلامی است. نکته هست که دوستان بخواهم و مردم ببینید همه مسئول هستیم. هم آینده رو فقط حکومت نمیسازه، آینده رو مردم میسازن، آینده رو روشنفکران میسازن، آینده رو حکومت میسازن. قطعاً ما خواهان سعادتی، اینا کاملاً صحیحه، مسالمت ولی میسازن. سهم اینا مساوی نیست. بزرگترین اکتور در فضای سیاسی، بزرگترین قدرت سیاسی است که حکومت، و بنابراین سهم ها رو باید مساوی ندید. این حکومت هاستن تعیین میکنه. من حرف شما رو تایید میکنم و رفتار مدنی جامعه، استفاده از ابزار انتخابات، آزادسازی انتخابات، راه متمدنانه ای که ما رو میتونه باخره. ما جای مختلف شروع کردیم ولی ظاهرم به جای مشترک رسیدیم که در تحلیل نهایی همه مسئولیت دارن، یعنی همه موظفن تلاش خودشونو بکنن. مردم با نرمترین زبان دارن حرف میزنن، ملیترین و به هر حال مسالمت‌آمیزترین و برگشت ناپذیرترین تحول در ایران که بالا این صدا، ولی بزرگترین مسئولیت این است که انسان بی‌مسئولیتی رو در اون رأس نگذارن که به هیچ چی پاسخ کنن. جناب شریعت مداری، بسیار بسیار متشکرم. حسن شریعت مداری، سعید برزین، ایرج مستاقی و رضا علیجانی، بسیار ممنون از هر چهار مهمان برنامه. سپاسگزارم از شما که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید. این برنامه برای یک هفته روی وبسایت ما در دسترس هست، آدرس ما هست bbcpersian.com/صفحه 2، و برای مدت طولانی تر برنامه ما رو روی صفحه فیسبوکمون میتونید ببینید، آدرس ما هست facebook.com
/صفحه 2، هم از طریق وبسایت بی بی سی، همینطور از طریق فیسبوک میتونید با ما در تماس باشید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه خواهد بود. شب روزتان خوش.